یک روز پس از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک زندان تحت اداره شورشیان حوثی در شهر زمار در یمن، این کشور امروز شاهد احساس ناراحتی بود. اداره صلیب سرخ یمن گفته است که در نتیجه حملات روز یکشنبه بیشتر از 100 نفر کشته و حداقل 50 تن دیگر زخمی شده اند. در طول سال روان میلادی این مرگبارترین حملات در یمن خوانده شده است. مارتین گریفیتس، فرستاده خاص ملل متحد برای یمن، ضمن تقبیح این حملات خواستار توقف آن شده و گفته است که مردم یمن سزاوار یک آینده صلح آمیز می باشند. اداره صلیب سرخ گفته است که تا حال حدود 90 جسد را از خرابه ها بیرون کرده و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. به نهایت متاثر شدم، زیرا این اصول اداره بین المللی صلیب سرخ است که زندانیان را حفاظت و کمک کند، زیرا مسئولیت آنان توسط حقوق بین المللی بشر دوستانه تضمین شده است. صلیب سرخ این محل را میداند. میدانند که در اینجا زندانیان نگهداری میشد. کسانی که حملات را انجام دادند بدون شک که از این محل خبر بودند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته است که آنان مکان نظامی مربوط به شورشیان حوثی را هدف قرار داده اند. با گفته این ائتلاف، در این مکان تیاره های بدون سرنشین و میزایل ها نگهداری می شد. در عین حال، تعداد از زندانیان سابق نیز گفته اند که در کنار نگهداری محبوسین، حوثی ها در گذشته از این محل برای ذخیره و ترمیم سلاح کار می گرفتند. جنگ یمن تا حال جان ده ها هزار نفر را گرفته، میلیون ها نفر را با قحطی روبرو ساخته و بدترین بحران بشری در جهان را ایجاد کرده است. سیر عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.